تهران 19 دی ماه 1341. این موضوع یعنی آزادی اکثریت ملت ایران توأم با رفاه حال او، توأم با آسایش خیال او، این محدود به بهبود زندگی دهقانی ایران نخواهد بود. دهقان ایرانی که بیشتر تولید خواهد کرد و بیشتر پول به دست خواهد آورد، این پول خود را صرف خواهد کرد. مطمئنم با رشدی که من در شما میبینم این پول را در راه صحیح صرف میکنید، یعنی برای خودتون منزل میسازید، یعنی برای خودتون یا به وسیله شرکت ها تهیه وسایل زراعت جدید میکنید، زراعت را کم کم مکانیزه میکنید، به طرق جدید آشنا میشوید، به کود شیمیایی آشنا میشوید. اونهایی که قادر هستند اضافه بر زراعت، حشم مختصری نگاهداری خواهند کرد، مرغ نگاهداری خواهند کرد، درخت خواهند زد. این تولید اضافی و ایجاد ثروت اضافی کمک خواهد کرد به رونق کارخانجات این مملکت، به رونق صنعت این مملکت. صنعت که رونق پیدا کرد و بازار بیشتری پیدا کرد، وضع کارگرهای این مملکت به نوبه خود به همون تناسب بهتر میشه. برای کارگرها همینطور که اطلاع دارید و دیروز یا پریروز قانون آن منتشر شد، یک اقدام مترقی دیگری شد که امیدواریم آن هم به زودی نتایجش معلوم باشد. وقتی که رونق صنعتی پیدا شد، مسلماً درآمد کارگر اضافه می شود. درآمد کارگر که اضافه شد، به نوبه خود قدرت خرید او بالا می رود. وقتی که قدرت خرید زارع و کارگر بالا رفت و زندگی مرفه‌تری داشتند، زندگی متمدنانه‌ای داشتند، خانه داشتند، لباس داشتند، غذا به اندازه کافی خوردند، یک طبقه جدیدی وارد کار می شود که او باید این وسائل این کارها رو فراهم بکنه یا واسطه‌ای باشه، و اون اصناف هستند، پیشوران هستند که اونا به نوبه خود از رونق زندگی دهقان و کارگر زندگیشون رونق پیدا میکنه و همینطور این سلسله سرایت میکنه به عموم طبقات مملکت و باعث این میشود که تمام افراد مملکت دارای زندگی مرفه‌تر و بهتری باشند. الان کلید این زندگی بهتر و مرفه‌تر در دست شما دهقانان ایران است، برای اینکه اکثریت ملت ایران را فعلا شما تشکیل می‌دهید و تا چند سالی این اکثریت همینطور با شما خواهد بود، تا اینکه هر چقدر مملکت رو به ترقی برود، هر چقدر وسایل کشاورزی مکانیزه بشود، هر چقدر ما بتوانیم اراضی جدیدی مهیا برای کشت و زرع بکنیم و از طرفی صنعت مملکت رونق پیدا بکند و مملکت هم صنعتی بشود، این حد نصاب فعلی عوض خواهد شد. ولی تا اقلا یک نفر مسئولیت اساسی استقرار و ثبات این مملکت بر دوش شما طبقات نجیب، زحمتکش و شریف دهقان ایرانی خواهد بود.